بریم سراغ سقف بابل دک. قبل از اینکه بتون ریزی رو انجام بدن یه سری توضیحات بدم. ببینید بابل دک همونطور که قبلا هم گفتیم به صورت پنل های وارد کار میشه. پنل ها در کنار هم قرار میگیرن. یادون باشه این کنار هم قرار گرفتن پنل ها مستلزم اینه که اوورلپ بشن، هم پوشانی بشن. برای این کار چون ما نمیتونیم روی هم پوشانی کنیم، میایم از میلگرد دوخت استفاده میکنیم. اصطلاحا هم بهش میگن تای بار. میلگرد دوخت چیه؟ میلگردیه که این دوتا پنل کنار هم رو به همدیگه میدوزه. اصطلاحا اگر نگاه کنید اینجا رو، یه پنل اینجا داریم، یه پنل هم اینجا داریم. اون چیزی که این وسط هست، این آرماتورها آرماتورهای دوخت هستش. معمولاً اینه که بالا یه دونه آرماتوره با حداقل قطر 8 میلیمتره، پایین دو تا 8 میلیمتره، طولش هم 1 متره. یعنی اگر نگاه کنید ببین از اینجا تا اینجاست. من این طول حداقل رو چک کنم بهتون نشون بدم. ببینید 1 متره میتونی بگیری ما از اونجا. خب اینا رو نگاه کنید، من اگر از اینجا بگیرم ببینید 1 متر. این 1 متر معمولا قطر 8 میلیمتر کفایت میکنه. قطر 10 میلیمتر هم بذاریم یا 12 که خب خیلی بهتره. یه دونه برای دوخت بالا میذارن، دو تا برای دوخت پایین میذارن که این دو تا مشا رو به هم دیگه چفت کنه. این از اتصال دو تا پنه. بریم سراغ خود گویها. ببینید گویها الان اگه نگاه کنید، من وقتی فشار بدم این میره داخل. این چرا اینجوری شده؟ قاعدتا باید یه ذره محکم‌تر باشه. دلیلش اینه که به دلیل اینکه حالا آرماتور نبوده یا مشکلاتی بوده، خیلی زمان زیادی، مثلا 2-3 هفته این زیر آفتاب مونده بوده، کار انجام نشده بوده، بتن‌ریزی انجام نشده، به خاطر همین یه مقدار نرم شده این توپا. اینو در نظر بگیرید که باید یه مقدار مقاومتش از این بیشتر باشه. مورد بعدی قطر خود این توپاست. قطر توپا رو نگاه کنی، ما چند تا لول داریم اصطلاحاً با بیدی نشون میدن. یکی قطر 180 میلیمتر، قطر 225 میلیمتر، 270 میلیمتر، 315 میلیمتر و 360 میلیمتر. اینا 270 میلیمتریه. یعنی اگر که من اینجا بهتون نشون بدم، از بالا اگر عمود نگاه بکنیم، اینا قطرش 270 میلیمتر، یعنی 27 سانته. 27 سانته فاصله بین اینها، یعنی اسپیسر بینشون معمولا بین 3-6-7 سانته. حالا فرق میکنه، حالا بسته به نوعش متفاوته. اینم یه مسئله. چند تا مسئله دیگه، مشی که میاد برای ما و بسته شده است توی کارگاه، یه مش تحتانی یه مش فوقانی. این مش تحتانی اگر نگاه کنید جوشش باید جوش CO2 باشه، یعنی جوشی تحت حفاظت گاز CO2 باشه و میبینیم که اینجا هم همینطور انجام شده. یه سری میلگرد عرضی داره، معمولا حالا این پنل اینجوریه، 2-3-2 تاست. ممکنه که پنل های دیگه به شکل های دیگه باشه. مثلا شما 7 توپ کنار هم داری، این 7 توپ کنار هم ممکنه مثلا 2-1 میلگرد عرضی، 2-1 میلگرد عرضی، یه دونه مثلا باشه. خب 2-2-2-2 یه دونه مثلا. اینجا الان 2-1 میلگرد عرضی، 3-1 میلگرد عرضی و 2 توپه. این ور اون ورش هم میلگرد عرضی رو میبینیم. الان من بخوام بهتون نشون بدم، از این محل وصله نگاه کنید، حالا پمپ هم داره باز میشه، از این محل وصله نگاه کنید، اینجا محل وصل است که ما گفتیم این آرماتور دوخت رو گذاشتیم برای اینکه این دوتا پانل کنار هم به همدیگه بسته بشه. توی قسمت پایین هم ما این آرماتور دوخت رو داریم. یعنی من همینجا نشونتون بدم که نگید نیست. اینا نگاه کنید، این آرماتور دوخته. ببین این آرماتور دوخته و این یکی هم که نظرم آرماتور دوخته. اون دست من نگاه کنید اینجا رو، مهندس اینجا رو اگر بگیریم واضحه. ببینید که یکیش اینجاست، یکیش هم اینجاست. به طول حداقل 1 متر ما اینجا آرماتور دوخت داریم. برای بعدی هم همینه، برای بعدیش هم همینه. یعنی اگر نگاه بکنیم ما همه جا 2 تا آرماتور دوخت پایین داریم، زمانی که 2 تا پنل کنار هم قرار میگیرن یه دونه آرماتور دوخت هم بالا داریم. حالا از اینجایی که محل
در واقع کنار هم گذاشتن این مش هاست. اگر این قسمت رو مهندس نشون بدی، این مش ها اینجا تموم شدن. میبینی؟ این پنل در کنار این پنل قرار گرفته، اینجا تموم شدن و ما اینجا با میلگرد دوخ اینا رو به همدیگه متصل کردیم. اینا هم در واقع جوش CO2 باید باشه، حواستون باشه. خب حالا از اینجا شروع کنیم. ببین، یه توپ، دو توپ، این آرماتورهای زیگزاگ عرضی، یه توپ، دو توپ، سه توپ آرماتورهای زیگزاگ عرضی، یه توپ، دو توپ آرماتورهای زیگزاگ عرضی، و اینجا دوباره تموم شده کار. دوباره اینجا میبینیم که آرماتور دوخ گذاشتی. پس پنل ما مقطع عرضیش به این شکله که خب یه آرماتور عرضی داره، دو تا دونه توپ داره، یه آرماتور زیگزاگ عرضی داره، سه تا دونه توپ آرماتور عرضی، دو تا دونه توپ و دوباره آرماتور عرضی. یعنی اگر یه پانلش رو نگاه بکنیم، یه دونه آرماتور عرضی اینجا داره، یه دونه آرماتور عرضی اینجا داره، یه دونه اینجا داره و یه دونه هم در اون انتها. پس یک پانلش 4 تا آرماتور عرضی داره و 7 تا توپ رو شامل میشه. حالا این توپ ها در واقع گفتم فاصله شون از هم معمولا بسته به قطرش بین 3 تا 6 سانتی متر. اینم از این که باز دوباره اینجا میبینیم اون پنل تموم شده، اومدیم سراغ این پنل و میبینی که آرماتور دوخت رو یه دونه در بالا و دو تا در پایین قرار دادیم. تمام ریزکارهای این موضوع رو تو این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری، حتما تو قسمت دیدگاه‌ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، بخاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.